ادامه برنامه عصر عریوا هست، همچنان با شما هستیم در این بخش برنامه. محترم عبدالقدوس محمدی از جمله اساتید در برنامه با ما هستند در ارتباط به توجه به سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و عمل کردن به سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی و اینکه چقدر میتونه یک انسان کامیاب و موفق بگردانه، بیشتر باشون صحبت میکنیم. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خود میلاد مسعود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را به امت جهانی اسلام و به مردم مسلمان و رنجیده افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسیار تشکر. جناب استاد، به عنوان یک فرد مسلمان، هر شخص و هر فرد چقدر نیازه که توجه به سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشه و چقدر نیازه که به کتاب‌هایی که در این رابطه نوشته شده با مطالعه بکنه و در زندگی خود این سیرت را پیاده بکنه؟ بدون شک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک شخصیت نمونه و استثنایی در جهان بشریت هستند که همونطور که خداوند متعال در شأن ایشان می‌فرمایند که ما شما رهنما فرستادیم و ناجی فرستادیم برای کافه امت مسلمه. بر هر انسانی که بخواهد مسیر رستگاری را بپیماید، یک امر لازمی و حتمی و ضروری است که از راه و روش و سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کنه تا همو مراحل به مرحله نجات در زندگی برسه، به خصوص مسلمان ها. مسلمان ها که ما معتقدیم، ما باورمندیم به ای که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر فرستاده شده برای همه جهانیان و برای امت مسلمه، که در پرتو راهنمایی های از اونا انسان میتونه زندگی هر دو دنیا را بسازه و در پرتو روشنی و روشنگری بزرگوار میتونه یک زندگی ابدی در دنیای باقی، در دنیای آخرت برای خود مهیا بسازه. و این وظیفه فرد است. و واقعا اگر ما از راهنمایی های از اونا، از فرمایشات اینا درست پیروی کنیم، در هر دو دنیا صاحب موفقیت و سعادت و خوشبختی هستند. بله دقیقاً، واقعا در هر گوشه از زندگی که نگاه بکنیم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الگوی اخلاق، الگوی مهربانی، الگوی برادری، الگوی صلح، اگر بیاییم هر کدام از اینا رو در زندگی پایه‌گذاری بکنیم، می‌بینیم چقدر زندگی ما تغییر می‌کنه، چقدر می‌تونیم موفق بشیم. بله. در ارتباط به الگوی اخلاق، اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین اخلاق را داشتن، ما به عنوان پیرو اونا و به عنوان امتی از اونا باید چگونه رفتاری داشته باشیم؟ خب این واضحه و ثابته که پیغمبر صلی الله علیه و سلم الگوی اخلاق و راهنمایی و بگم که آموزندگی برای نوع بشر بودن. همانطور که فرمودن که انما بعثتُ معلما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من معلم مبعوث شدم، معلمی که اخلاق نیک را به پایان برسونم، اخلاق نیک را نهادینه بگردانم، امت اسلامی را بر اخلاق نیک متخلق بگردانم تا اخلاق نیک باعث نجات از او امت بشه. و در ما باید سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمایشات ایشان را برای خود الگو بگردانیم تا متخلق به اخلاق نیک بشیم و این اخلاق هم در زندگی برای ما تأمین سعادت و خوشبختی بکنه و هم در آخرت سبب نجات بشه. همانطوری که ما روایت داریم از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که گفتم که از اخلاق پیغمبر اکرم از اونا سوال شد، گفتم که اخلاق پیغمبر اکرم قرآن کریم بود. خلقه القرآن، اخلاق ایشان قرآن بود. ما با پیروی از قرآن کریم، با آموختن قرآن کریم، با آگاهی کامل از قرآن کریم میتونه متخلق به اخلاق پیغمبر اکرم بشه. با پیروی و با
آموختن احادیث نبوی ما میتونیم که از اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم پیروی کنیم و برای خود اخلاق الگو قرار بدیم. خب در ابعاد بسیار مختلف که ما در زندگی در هر بُعد از زندگی اخلاق پیغمبر اکرم فرمایشات اینا قابل تطبیقه. نه ما اگر بخواهیم چند مورد نام بگیریم که خلاصه کنیم به چند مورد مثلا انگشت شمار. اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونطور که گفتم خلق ایشان قرآن است و قرآن از ابتدا تا انتهای دنیا فرمایشات قرآن کریم در بر میگیره که برای راهنمایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برای راهنمایی امت مسلمه و امت جهانی قرآن کریم نازل شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم او رسالت خود به اتمام رسوندند و قرآن کریم را به امت مسلمه رساندند و ما میتونیم با پیروی از قرآن کریم به یک اخلاق اولی برسیم. بله دقیقاً. و یکی دیگر از الگوهایی که ما میتونیم در زندگی خود قرار بدیم از رفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این که اتحاد و برادری داشتن. وقتی که انسان اخلاق خوبی داشته باشه طبیعتاً که اتحاد و وحدت و برادری در اون جامعه و در اون منطقه و در اون کشور به وجود میاد. چقدر نیازه که امروز ما در بین یکدیگر وحدت داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم و وجود اتحاد و وحدت باعث به وجود آمدن چه چیز میشه؟ خب بزرگترین عامل موفقیت در زندگی بشری وحدت و اتحاد و یکپارچگیه. در هر بُعد از ابعاد زندگی یک جامعه، یک اجتماع، حتی کوچکتر اگر ما یک خانواده که میتونه موفق باشه، کامیاب باشه با داشتن وحدت، با داشتن همنظری، همدلی، یک پارچگی. همطور که قرآن کریم میفرمایند که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همونطوره که وحدت باعث نجات، باعث خوشبختی، باعث به وجود آوردن صلح و یک پارچگی در جامعه میشه، نفاق باعث بدبختی، باعث گمراهی، باعث تباهی، باعث هلاکت و حتی نفاق میتونه به ستیزه بیانجامه و ستیزه زندگی دنیوی و اخروی انسان به باد فنا بده. وحدت بزرگترین ضرورت در هر اجتماع، در هر جامعه، بخصوص جوامع اسلامی. علت بدبختی هایی که امروز ملت های مسلمان دارن، نه تنها ما افغانستانی ها، ملت نفاق است. اگر مسلمین مجتمع بودند و هر کدام یک سطل آب می ریختند، سیل عظیم می شد و اسرائیل را آب می برد. شما ببینید بزرگترین ضرر نفاق. امروز نفاق مسلمان ها در رابطه با قدس شریف، در رابطه با فلسطینه، که وقتی که با هم اتفاق نظر ندارن 2 میلیون اسرائیلی آمده مثلا قبله اولای مسلمین تصرف به تصرف خود را آورده و بزرگترین ظلم و ستم نسبت به برادرای مسلمان ما روا میداره. این علت از این نفاق، عدم وحدت بین کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی. بله دقیقاً. پس ما وقت رفتار و کردار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی خود پیاده بکنیم، اخلاق، مهربانی، اتحاد، وحدت، همگی خود به خود به وجود میآید. بسیار تشکر از شما جناب محمدی صاحب از اینکه در برنامه اسرار ریوا با ما بودین. همچنان تشکر و قدردانی میکنم از همه دست اندرکاران تلویزیون اسلام، خصوصا جناب شما که دعوت کردیم از ما تا در این برنامه‌های بسیار خوب و در این روز متبرک ما هم شرکت داشتیم. بسیار تشکر. و دوستان عزیز، برنامه اسرار ریوا همچنان ادامه داره، با ما باشین. برنامه اسرار ریوا همچنان بیننده باشین. میان برنامه میبینیم، دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه اسرار ریوا هست. تشکر از این که همچنان بیننده برنامه اسرار ریوا هستین.
در این بخش برنامه چه خوبه که بیاییم از الگوی ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از رفتار ایشان ببینیم که چگونه رفتار داشتن، با مردم چگونه برخورد داشتن. یک جمله بسیار خوبی آماده شده که با هم میبینیم. الگوی ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه به کسی مینگریست، به روش ارباب دولت با گوشه چشم نظر نمیکرد. وقتی رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در زندگی خود پیاده بکنیم، واقعا باعث میشه که دیگران هم از ما بیایم الگو برداری بکنن و این رفتار و این سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سنت های ایشان در زندگی خود پیاده بکنن و زندگی بسیار خوب و موفقی داشته باشن.